با سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای ایران و دنیا، خدمت هم کلیپی صحبتی شد که شاهزادهشون در کانادا و یک دعوت بشن ایشون و هرگز کسی دعوت کن فکر نمی ایشون برن. ایشون خیلی قشنگ مرتب مزن تشریف بردن اونجا نشستن ردیف اول و وقتی که اون کسایی که این کار کرده بودن و میخواستن از یه قضیه بول بگیرن در شاهزاده ترش کردن، حق هم دارن. آقا جون شما کی میخواید بفهمید شاهزاده نماینده کل مردم ایرانه؟ کی میخواید بفهمید؟ چون چند بار گفتن، یک دو بار سه بار گفتن که من وکیل مردم ایران هستم برای تا حکومت رو چنج بکنم. چند بار ایشون باید بگن که من برای آینده خودم چیز تعریف نکردم؟ شما چه دست باتون میلرزه؟ اما تمام سایت ها آمدن اینو بزرگش کرده به نام ائتلاف. خیلی عالی، ما این تجربه ائتلاف رو داریم، مخصوصا من امسال من سن سال من دارند. خمینی زمانی که آمد بحث ائتلاف بود، وحدت کلمه بود، اونه که یادشونه وحدت کلمه بود. خمینی با مجاهدین، با توده‌ای ها، با چپ کنتراست، با چپ کمونیست، با راستا، خمینی با مصدق مخالف بود، اما جبهه ملی، ملی مذهبی ها همه رو گفت آقا همه یکی هستیم، میخوام این کشور خود اکر باید بعدش گفت خود اکر با حجاب، با بی حجاب، با همه گفت ما اعتراف میکنیم. من دیگه معنی اعتراف خدمت دوستان عرض کنم که یعنی یه عده با هم هم دست میشن، هم گام میشن، هم صدا میشن که یک دشمن دیگه رو کسی از جایی در بدرش کنن، مثلا مال ایران بیان را ائتلاف کنن با هم دیگه، اپوزیسیون ها خارج کشور که این دشمن که ایران هست بره که هزینه کمتر بشه، تلفات کمتر بشه. خب شازده ایزون با خیلی ائتلاف کرد توی مدت اما 90% تو زرد در اومدن. دیدیم دیگه بعد مدتی تو زرد در اومدن، ولی شازده سرجاش هست، سفت و سخت هم هست و چقدر کار زیبایی کرد، کار با سیاست کشان رفت اونجا. وقتی از شازده هم موندن موقع شازده نیمید ما پروپاکان میکنیم، چون شما تنها چیزی که داری دستتون پروپاکان کردن هست، هیچی دیگه نداری، هیچی، نه شرف دارید، نه انسانیت دارید، نه معرفت دارید، هیچی نداری. یک مزدورای در به در، یک مزدور بیشرف، حرام لقمه و حرام زاده، محکم هم میگن هستی 99% ما همین. خب کلن درصد دنیا و کشور اینها، البته هر کدوم با چند تا اسم مختلف، 240 تا 50 هزار نفر باشه دیگه نیستیم، چون من خیلی جاها میذارم بسیار که شما 100 هزار نفر هم نیستید، ولی خب هر کدوم چند تا اکانت دارید و فلان دارید، ولی این را به جایی نمیریم. رفتی شخصی رو پیدا که برام آقای حامد اسماعیلی، دوستان اسماعیلی برای من میگم تماس گرفتن با من که آقا این بشر تو قبل از اتفاق هواپیما اصلا خنده رو بشت قد نمیشد، ریش نمیداشت، هیچ موقع مگه چه اتفاق میفتن، همه رقم با حکومت همکاری میکرد، داشت فرقی نمیکرد کی رئیس جمهوری کی نشد، میرفت تو چیز چی میگن ستاد انتخاب روحانی هم بوده، خیلی راحت سفارت میرفت میومد اینها، اما ته دلش به مجاهدین بند بود، ته دلش با خاندان پروی بد. آقای حامد اسماعیلیون، دوستان این آدم خوبی هستی، اما بعد این شوک عزیز من، تو اگه افسرده هستی، گرفتار هستی، قدر دنیا اینطور باشه، یعنی جوری حرف زدی که بابا خمینی با اینکه مجتهد بود و فلان بود و بیسار بود دروغ گفت، با دروغ و مسئله کار. شما اینو بدون بازیچه قرار گرفتی، بازیچه هستی و شکل این حرفا نیست، چون یک جو سیاست نداری، یک جو شعور کار سیاسی نداری. اون بسیار رجاز کلیدی خود یک لامپن پدر سوخته ایچی اون سرشنا پیدا. شما آمدی اولین حرفی که زدی، خب تو حرفا که میزنی نمیده آخرش چی میشه، حالا من باید میگم، من برات باز میکنم جهت اطلاع بهت بگم، چون جهت اطلاع مردم ایران و جوان ها بخوز دادن سوال میکنم بخوام بهت بگم. برداشتی گفته که با اینو با زبون خوش نمیشین، اون مافیا هستند، مافیا هستند، چی مافیا هستند، میدونی مافیا یعنی چی؟ خب بعد از سوال میکنن آقای اسماعیلی، این مافیا کی سر کار تو ایران آورد؟ کدوم مافیا اینو تو ایران سر کار گذاشتن خمینی رو؟
کدوم مافیا یاده شدن که بگه همه با هم، همه با هم، همه با هم، وحدت کلمه چی بهش یاد دادن؟ بعد اصلا سوال نمی کنند که این مافیا تو از کجا میشناختی، چی جوری شد میدونستی و اینجور و اونجور و اونجور. تازه خمینی با 600-700 سال سابقه که میخواستن یک حکومت مذهبی درست کنن و قجر و امثال هم با دروغ و فرد اومد فاتحه دین اسلام خوند، فاتحه این لباس خوند، فاتحه هر چی که اسم عبا و قبا و آخوند تو خوند، فاتحه خرافات خوند و اینا شاهکار کرد خمینی. تو فکر کردی چی هستی؟ بچه هم روی بحث آمدن برلین تو کاری نبودی، تو میدونستی میان چون مردم ایران اون رو احیا کردن، مردم حرکت زنهای ایران اون رو احیا کردن. خب وقتی گفتن میان یا وقتی احیا شدن دیگه روش میشه که ما ایرانی هستیم، تا روش نمیشه که ما ایرانی هستیم، هر جا هم دیگه تحتان فاستادی سرش اونه میچرد. شناگر هم نیستی، شناگر خوبی هم نیستی. بچه هم آمدی گفتی من ال و بل و فلا اینا، بعد های مرتب گفتی دیگه اشتباه کردیم دکتر، میگه چقدر ما چی بکنیم آزمون رو خطا بکنیم آقای اسماعیلی، همین روزا هست یا خودکشی میکنی یا رفتاری میکنی تیمارستان بسری میکنن. آقا جون خدا بیمار زن و بچه تو، مال خیلی هم از بین رفتن. آمدی اون کمپین درست کردی، حالا دوستات میگن یه عده میگن بطن. همه نمیگن کلی پول گرفتی خوردی بردی کار نداری، با ما ارتباط نداره، اون شخصی خودت با اون هست. اما یک نفر تو دنیا پیدا کن داغ از زیر نیده باشه، اگه همه میخوان 10% تو رفتار بکنی دنیا اصلا میشه عذابخونه، قرمش اینو مات بره. اعتراف با شهادت خیلی خوب، ولی اعتراف با شهادت یعنی چی؟ یعنی اگه کوچکترین زیرابی میخوای بریم چون میفهم بهش خبر میدن. اعتراف بکنید مردانه وایستید، خانم نصیر زنانه وایسته، شاخکاشو دلش اینا برای اصلاح طلبه داره نزنه. میدونی چرا این کار؟ چون اعتماد نفس ندارید، چون ضعیفی، چون بدبختی، چون فرقه هستید، چون همیشه افسارت از چه دیگه بوده. اینه که اعتراف شما جواب نخواهد داد. شازده هستن، همیشه بودن. شازده خودشه، مستقل مستقل و شخص خودشه. ولی شماها مثلا جورج سورس، حالا ملکه که مرد، ملکه انگلیس تموم شد، یتیم شدید. جورج سورس یه احمق به تمام معناست. به خاطر که پول داره و به یه حرفی که میزنه میخواد ثابت کنه که حرفش درسته. میگه که از شهرهای ایران کسی 5000 گم میکنه یه جا، 5 تومن خرج تو 5000 پیدا کنه. و بی احمق اینجوریه. چون این حرفی زدی باید ایران اینجوری بشه، تجزیه بشه، اون اینجوری بشه، اونجوری بشه. های پولدگی کار بشه. آقای جوستاریس. ما شاید که الان موردی ببینم فرق نمیکنه. تو سیاست یک جو نده. فقط حرف خودت رو کرسی. یه آدم لجبازی هست. تا 60 میلیارد دلار خرج کرد. کسی دیگه که یهودی یک قطعه دست نمیچکه، یک قطعه دست نمیچکه. کسی دیگه میگه سیاست داره میگه میخواد با خودش مطرح بکنه. چون جورج سورس وقتی یک مطلب مطرح میکنه، وقتی کسی میگه 5% بشه، 20% سهامش میکشه بالا. درست شد. هر چی پیش بینی کردن نشد. همه کسی اینجا کلی پیش بینی کردن آینده ترکیه و ایران کجا نشد. 1% هم نشد. چون دنیا قانون داره، قانون طبیعت داره، قانون کائنات داره. شما عددی نیستید، اصلا یک بزنس مگس هم بیشتر نیستید. ملک انگلیس 100 میلیون آدم در سطح دنیا داشت، درآمد هم داشت و راهکارها هم میدونست، نقش خوب بازی میکرد، ولی رفت. پس میخوام بهتون بگم آقای اسماعیلیون، تو شدیداً افسرده هستی، شدیداً افسرده هستی. اسکندر زمانی که داشت میمرد دکتر به دکتر گفت من کی میمیرم؟ گفت تو 2-3 ماه دیگه تو میمیری. مادرش رو خواست گفت مادر من اگر من قبل از تو مردم تو مجلس ختم من کسایی در داغ عزیزی رو نیده باشند. گفت این حرفا چیه؟ خواستش شد داد 2-3 ماه چه مرد. وقتی مجلس ختم رو داشتن شب مادر رفت هیچ کس نیومده. گفت چیه؟ چه وضعیه؟ گفت والا کسی بیدن داغ عزیزی نیده باشند. هر کسی یه جوری دیده. تو تنها نیستی و این نهایت خودخواهی و حماقت توست. تو زندگی بکنی بعد چون تو غمگین بود همه دنیا غمگین باشن. تو عکس ها نگاه کن، تو عکس گذاشتی یک دونه عکس ایج اخطو نداری، ریشاج روسیه فقط شد دو تا وجه مشتری به خمینی داری که احمد تو همه یکم ریش داری. خمینی دجال کینه داشت که تو داری، عقده داشت که تو داری، دروغ میگفت که تو هم داری میگی. باشه دروغ باشه
بچه میگه مافیا هستن باید باشون برخورد کنن. کی با شامت رو بیره حمله کنه؟ تو من بگو. حکومتی نیست، مردمن، بدبخت مردمن، فلک زده مردم هستن. به مردم بکشن که تو حرفت بشه خوردی با جد آبادی. پس از این فاز کلن بیارم. چند نکته دیگه بگم، من یکی راجع به اثر خواهم گفتم. چند تا دوستان انتقاد کردن، گفتم تو انتقاد پذیر نیستی. دوستان عزیز، انتقاد کسی میکنه راهکار هم میدهد، اما کسی که انتقاد میکنه و تخریب میکند، اون بدون شک، بدون برو برگرد، بدون هیچ یک آدم کثافت موضوعی سیدی مشخصه. تخریب با انتقاد فرق میکنه. مگه انتقادی میکنم راهکار هم میدم، تخریب نمیکنم. تخریب میکنم با شهامت به آدم تخریب بخوام بکنم. ضمن این که خمینی زمانی که آمد، توده‌ای چپ راست، بازرگان فرستاده قرار، همه اینا مردم هم باشه اعتراف کردند. پول نفتی که مجاهدی در خمینی گذاشت، از دست خمینی گفتن، خود هیچ وقت نگفت، فقط گفت ما مسکن نیست، ما فلان میکنیم، ولی پول نفت رو مجاهدی در خمینی گذاشتن، از طرف اون گفتن، و ملت به خاطر پول نفت 70 تومن نفری در روز اعتراف کرد. خمینی کی میشنه؟ برای شریعتی رو علم کردند، بازرگان رو علم کردند. بعد ضمناً تمام اون کسایی که فرستاده قرآن بودن کجا هستن الان؟ الان فروهر کجاست؟ خود حکومت کشت. بقیه چند سال زندان کشیدن؟ همون یزدی بیشرف کجاست؟ سباقیان و افزان کجا هستند؟ این اعتراف بود دیگه، بگه نه؟ خمینی همه رو دور زد، جیگر همه شون هم در بود، تا قطعه این قطعه پسر منه، تا قطعه دیگه که دارو خنده هم گرد. پسر بودم نوبه بگید که سه تا نوبه بده، میگی دو تا بگید دیرین 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 کم پشت های کرده. خب اگه خمینی بود شد و خامنه رو بود بود کردن، حکومت های اربابشون کردن با تبلیغات گسترده خارج و داخل کشور. حالا که ببرم بگیرن بره اونجا بچن بگیرنش، یک دفعه این چیزی حباب کاملا میتره که همینه. الان خمینی با قبری که براش ساختن و کارا کردن دیگه فهمیدن که هیچ پخی نبوده و اونایی که موردش بودن و و و هنوز داغ 70 تومن نفت و پول نفت دارن میفهمن که بازی خوردن. ولی سال 50 آقای اسماعیلی خانم مسیح علی نژاد، خیلی حرفا چه تلفیقی، مسیح علی نژاد، تلفیق خیلی جالبیه، تو اسمت هم کلاهبرداریه، هر اون زادیگیه. مردم اعتراف کردن بخاطر پول نفت. اگه مردم چی میتونه، خمینی چی میگه، استقلال چی، آزادی چی، نمیتونه حرف چی. اینا تمام اون خط دهنده های ارباب پشت اصل اصلیشون سر وقت از اونها بود، افسارشون از اونها بود. خامنه ای آمد شده کار میکنه دور بزنی نمیتونه. الان کشتاری که داره میکنه این نهایت چیزی که میکنه و اونا بهش میگن بکن، و نه که اونا بگن، یه میگن بکن شاید بشه یه چیزی بشه، ولی بارتون سنگین میشه، تلفاتون بیشتر میشه. باور کنم بچه ها نشون تو بدم اکثر شاخ در میاد، چوب های درست کردن که فقط میان آمد مایی روشون زندان نداری بگیریم بزن پاهاشون بشکنیم. اما روز آخر هم یاد باشه این کاری کردن چند نفرشون، ولی اونا همشون دیگه درسته همه بازی رو باختن همشون. بله، خامنه‌ای قبل از که بیاد ایران با جبهه ملی، ملی مذهبی ها داره دسته قجر اینها مصدقی ها، مصدق اول فوش میدادون باشه، توده یا مجاهدین خلق، بی حجاب ها، اتحادیه کمونیست ها، فدایان خلق، همه پسیم ها فهم فرزانه میکشن هستیم. بله، بعد که آمد قدرت دیگه بعد سرسیم دیگه چه هاشون کرد، دروشون کرد. تو سال 67 اصلا شبیه چند هزار اعدام داشت. اون قدرت مذهبی که بهش دادن و تبلیغاتی براش کردن، یا فکر پخیه خمینی حرف مفتی ها زد، بعد مالم میکشید. قدر از یه مصابه مصابه نکرد ایچ وقت، مصابه گن میزنه و بچه هم تمام آدم های دور باش تمامشون رو غیر دایی و یک دو نفر دیگه همه رو این کونه هی زنداخت بیرون. تو که جای خود داری جوجه،
شما یکی از اشکالات عمده تا بحث افسردگی رو به در کار ندارم، دورمخفی توی کانادا زیاد دیدی. یکی از کارهای دورمخفی کانادا این هست، مثلا یه خانمی نشسته کتاب داره میپوشه، یه خانه که رفتی خانم یا آقا شما به اینجای من بسید چند دوان دستشی بیا، من خدا هم میگه باش میشینه، از دور عکسشو میگیرند، عکسشو میگیرن و بس سریعا روی چند تا کتاب میزنن. اول این افراد ای شما نویسنده پرمانی از این رست خانم من نیستم، بعد امضا کنم چی امضا کنم، بعد آقا این که چیز میکنه چهار پنج نفر ده نفر پونزده بیست سی نفر میان همه فلان اینجا هم بهش مشتبه میشه که نویسنده است، امضا هم میکنن. تو از نظر یاد دید دوست عزیز، برو خود همون روانشناس حتی روانشناس دیگه نمیری دیگه میری حالا، چون هر جا که رفتید محکومت کردن که تو آدم عقده ای و ناراحت و روانی هستی، روانی همش میگی روانی بره بیرونت کرد، مثلا بیرونت کرد تو. اینها او خمینی با اون همه اهنتوری که از جا دادنش جای خود تو در مقابل اون با اون مسئله چی نیست. خب من کلیپ متعام کنم، یکی دیگه داریم مسئله خواهم گذاشت، خیلی دقاتی حرف کنم حرف داره گفتن زیاد هم، یک کلیپ رو اخبار خواهم گذاشت. نقد صوفی نه همه صافی و نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. صوفی ما که زورد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باشی که سرخوش باشد. خوش بود، خیلی این قشنگه چرا حافظ، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در اون قش باشد. شازده اومد خیلی کار خوبی هم کرد، اونه که حرف نیزن انتقال من نمیدن جایدن چیه، چون صاحب من مردم نماینده مردم هست، نره بعد جا خالی بگه آقا اله بله فلان، نه خیر شکل این حرف ها نیستن، شکل این حرف ها نیستن و شکل این حرف ها نیستن. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. ما چند نفر هم که دورش راه افتنه برای هم بدون سرزی یه حرفایی بدون آقایی چیه به تو میشه به مفتخوری و انگر صفتی و پارازی عادت کردی، ولی این تو خر داغ میکنند. تو ایران بیاین شما، همین آقا میتونست همین کار بکنه، بیا تو ایران ادعا کنه، حرف بزنه، نظر بده، پیشنهاد بده، نکه بگه ایران رو بیا بکشید، حمله کنیم به ایران. خیلی حرفه نه؟ خمینی با همه اهنتولو بشه جرات نگم سر بزن، بعد که آمد خودش کشت. شما هم چه فکری دوست دارید ولی کور خوندید. برو و سعی کن که خلاصه خدا رو اصلاح کنه. مسئله جاتا بریشون، اونا رو همون هم همون فقط بحث سیغه است. هر چیم حرف میزنه یه صورت سیغر جون میاره. چیزی میخواستم بگم میگم ایام بکنم و جاتون خوش، کلی دومیم خواهد داشته.